آلان توفیقی، تحلیلگر سیاسی از پاریس همراه ما هستن. وقتتون بخیر جناب توفیقی. چرا حکومت دروغ میگه، کتمان میکنه؟ بعد از 2 سال در واقع این خبر دو برابر شدن حقوق اعضای کابینش باید فاش بشه. فکر میکنم دارن به اون توصیه خمینی، بنیانگذار این فاجعه جمهوری اسلامی، جمهوری فقر و فلاکت عمل میکنن. یک زمانی خمینی گفته بود که بترسید از اون روزی که مردم متوجه بشن در باطن ذات شما چه میگذره و در اون روز همین مردم فاتحه همه شما رو خواهند خوند. ببینید الان حکومت فقیهان 44 سال بعد از بر سر کار آمدن نتیجه ای جز فقر و فلاکت برای مردم ایران نداشته. شما اگر به آمارهای رسمی مراجعه بکنید، بیش از 30% جامعه، یعنی حدود 25 میلیون نفر دچار فقر مطلق هستند، یعنی برای تأمین مایحتاج اولیه خودشون درمانده شدند و چیزی حدود 70% جامعه دچار فقر نسبی هستش. خب طبیعتاً وقتی که اونها نگاه میکنن به وضعیتی که جامعه به اون دچار شده و خب اونها خودشون هم میدونن این نتیجه عملکرد اونها هستش که ما در این فقر و فلاکت و بدبختی گرفتار شدیم، اما در عین حال اونها پنهان میکنن، پنهانکاری میکنن و ریا و سالوس به خرج میدن، عملاً میخوان خودشون رو در سطح مردم نشان بدن، در چیزی که به هیچ وجه اینگونه نیستش و واقعیت هایی که حالا گاهی اوقات در فیلم ها، گاهی اوقات در گزارش ها بروز پیدا میکنه خلاف این رو نشان میده. چون نمیتونند مشکلات رو حل بکنند، چون نمیتونند فقر رو در جامعه ریشه کن بکنند، چون نمیتونند یک سطح رفاه نسبی رو برای جامعه تأمین بکنن، تظاهر میکنن به اینکه اونها هم در واقع در سطح همین جامعه زندگی میکنن، اما در باطن ذاتشون اینگونه نیست، در واقع حقوقهای نجومی دارن دریافت میکنن که البته مخصوص فقط دوره رئیسی نیست، در زمان روحانی هم ما دیدیم که قضیه فیشهای نجومی وقتی که مشخص شد که بعضی از مدیران دولتی در ماه بیش از صدها میلیون تومان حقوق و مزایا دریافت کردن، این یک مسئله هستش که متاسفانه باید گفت که در جمهوری اسلامی وجود داره. امروز تشت رسوایی جمهوری اسلامی فقط مسئله حقوق در واقع مدیرانش نیست، فساد گسترده‌ای که بالا بعضی گاهی اوقات این فیلم هاش بیرون میاد، رشوه، تبعیض، سوء استفاده از موقعیت و در عین حال آنگونه زندگی کردن که مثلا فرزندان خودشون رو میفرستن خارج از کشور و یا حتی در داخل کشور از امکانات بسیار گسترده‌ای در سطوح مختلف بهره‌مند هستن، اما برای اینکه به نوعی جامعه رو جلوی اون انفجاری که خمینی پیشبینی کرده بود که میتونه فاتحه همه اونها رو بخونه، ناچار به این دروغ و در واقع تزویر متوسل میشن که بله ما داریم در سطح همین مردم عادی زندگی میکنیم در حالی که اینگونه نیست. جان توفیقی، اتفاقا میخواستم به همین اشاره بکنم، نمیتوانند یا نمیخواهند که حالا شما در ادامه صحبتتون اشاره کردین که به دلیل فساد و خیلی مشکلاتی که جمهوری اسلامی داره، اینکه نمیتوانند یک بخش قضیه است، ولی بیشتر در واقع نمیخواهند که این سطح گستردگی فقر رو جهتش رو تغییر بدن. یعنی ما روز به روز شاهد این هستیم که داره وضعیت بدتر میشه. ببینید به خاطر اینکه اینا این کاره نیستن، اینا واعظن، اینها خب البته به هر حال در دوره‌هایی حد اکثر کاری که میتونستن بکنن و هنوز هم به نظر من ممکنه در بخشی از جامعه خریدار داشته باشه، روزه خواندن و در واقع پرداختن به امور مذهبی هستش، در حالی که اینها در جایگاهی قرار گرفتن که باید متخصصانی در اون جایگاه باشن که مجهز به علم امروز باشند، دردمند باشند، جامعه رو بشناسند، دنیای امروز رو بشناسند و عملاً
منافع ملی رو فدای یک سری شعارهای توخالی و درونتوهی ایدئولوژیک نکنن. آنچه که امروز ما شاهدش هستیم حضور کسانی در مسند قدرت اجرایی هستش که به هیچ وجه شایستگی این وضعیت رو ندارند و عملاً در نتیجه ناتوانی و ناکارآمدی که خب ذاتی اونها هستش. ببینید شما مثلا اگر یک فردی رو که هیچ تخصصی در زمینه پزشکی نداره در جایگاه یک پزشک یا در جایگاه یک جراح قرار بدید، قطعاً باعث مرگ اون فرد میشه به جای درمان اون بیماری. این اتفاقی است که در حال حاضر در جمهوری اسلامی افتاده، یعنی سفلگانی بر جایگاه شایستگان تکیه زدن که فاقد توانایی، فاقد دانش و حتی فاقد انگیزه های لازم و کافی برای اداره امور مردم هستند. در نتیجه در طول 44 سال گذشته نه تنها هیچ کدام از اون شعارهایی که مثلا روزی روزگاری حالا خود این خمینی یا حتی سایر مسئولین جمهوری اسلامی میدادند مبنی بر این که ما مثلا زاغ نشینان رو به کاخها خواهیم برد و اونها رو از این وضعیت خارج میکنیم، الان برعکس شده. یعنی کل جمعیت ایران رو دوچار یک نوع زاغ نشینی و دوچار یک نوع فقر مضاعف کردن. ممنون از شما. آلان توفیقی، تحلیلگر سیاسی از پاریس.